سلام و عرض ادب، مجید قفلی هستم با اولین کلیپی که ما قرار توی فضای اینستاگرام منتشر کنیم که تصمیم بر این است داخل فضای اینستاگرام ما دستورهای کوتاه و مهم رو براتون میذاریم که زیاد زمان نبره و ویدئوامون کوتاه باشه و داخل چنل یوتیوبمون کارهایی رو که طراحی میکنیم با هم دیگه اونجا قرار میدیم که اینجا زیاد وقتتون گرفته نشه که ما انگار توی دوتا قسمت دوتا بعد متفاوت رو دنبال کنیم که مکمل همدیگه هستن که خیلی هم میتونه بهتون کمک کنه. لینک چنل یوتیوب من تو بایو اینستاگرام میذارم براتون حتما که اونجا رو نگاه کنید، سابسکرایب کنید و استفاده کنید چون خیلی میتونن دوتاشون به همدیگه بهتون کمک کنن. داخل اینستاگرام هم که حالا میگم هم دستورهای کوتاه‌تر، کوچیک‌تر و بسیار مهمه، دستورهایی که خیلی مهمه و معمولا کسی ازش استفاده نمی‌کنه یا میدونن نمیگن، آموزش نمیدن، سعی می‌کنیم اونا رو با هم دیگه دنبال کنیم. امروز می‌خوام در مورد لافت باهاتون صحبت کنم. یه دستور بسیار مهم و کاربردیه که از کرف‌های مختلف میتونه سرفیس‌های خیلی خوشگل و کاربردی و خوبی براتون به وجود بیاره. خب میریم سریعا سراغش که تایم ویدیو بالا نره، دستور لافت رو اجرا میکنیم داخل قسمت سرفیس و تو هم ردیف اول این گوشه یکی مونده و آخر لافت هست. اوکی، از یک گوشه شروع میکنیم که کرف ها رو بهش دادن، کلیک راست میکنیم، این شیپی که الان شما دارین اینجا میبینیم برای ما وجود میاد، میذاریم شرایط نورمال، کلوز لفتش هم لافت هم میزنیم و جونم براتون بگه که خب این فکر کنم الائنش رو عوض کنیم تا شکلش عوض بشه. اوکی، حالا خوب شد این اتفاق افتاد تا من قسمت پایینم براتون توضیح بدم. ببینید زمانی که شما لافت انجام میدین یه پنجره مثل همین لافت آپشن براتون باز میشه که قسمت بالاش استایل، مدل هایی که شما میتونید باش لافت به وجود بیارین یا سرفیس به وجود بیارین، و قسمت پایینش هم کراس سکشن کرو آپشنه که اینجا با توجه به حالا کنترل پوینت ها، ریبیلد هایی که میتونین انجام بدین، فضاهای متفاوت و شیپ های متفاوتی براتون وجود میاره. اگه دیدین هم اول کلیپ من دستور اجرا کردم به هم ریخته بود شیپش، به خاطر اینکه نقطه هایی که ما به هم دیگه داده بودیم نقطه هایی بود که درست به هم دیگه نرسیده بود. اوکی، مثلا ببینید عوض میشه شیپش به هم ریخته. اینجا همون جایی که ما زمانی که الان کروز رو بزنیم میتونیم نقطه ها رو جابجا کنیم و به شکل درست حسابی برسیم. به حالت نرمال این کلوز لافت رو که بزنیم ما بسته میشه. الان برش داریم میبینیم یه گوشش باز میشه. اوکی، دوباره کلوز لافت رو میزنیم، تو قسمت های مختلف میبینید که اتفاقات و شکل های مختلفی برامون به وجود میاد. لوز این حالا معنیایی که توی ذهنتون هست بابت کلمات اینجا میتونه معنی داشته باشه، ولی خب باید باش کار کنید تا دستتون بیاد. این لوز یه خورده کوچیکترش میکنه از اون فضایی که از اون کرف هایی که ما داریم. تایت حالا معنی یه خورده مقاومتر و یه خورده سفتر، اینجور چیزا رو بهمون میده که میبینیم باز شکلش اینجا با این کرف هایی که ما داریم همون میشه. اوکی، یعنی چیز خاصی، اتفاق خاصی برای اون واقعا نمیزنه. توی دستورهای متفاوت شکل های مختلف بهتون توضیح میدم حتما. و استریت سکشنه که معمولا صاف و منقطع میکنه، میبینیم با هم دیگه. و دیولوپیبل هم هست که این معمولا شکل به هم میریزه. بله دیدیم همونطور که با هم میریزیم اینجور کرو به هم میریزه. یونیفورم هست که خب دوباره توی این شکل و این کرو ها جونم براتون بگیم مثلا نرمال عمل میکنه. اوکی، خب با این فعلا رو حالت نرمال میذاریم، کلوز لافت هم که داریم. اوکی، میبندیمش و میریم سراغ شکل های دیگه با هم دیگه تا توضیحات رو اون شکل های دیگه هم بهتون بدم. اینو پاکش میکنیم. خب ببینیم دستور لافت رو اجرا میکنیم دوباره، از یه طرف رو اینا رو بهش میدیم، میایم این بار رو حالت استریت سکشن همون صاف و موقته میذاریم، کلوز لافت هم میزنیم، پرویو و میبینید که دستور ما اجرا شد. بچه ها اینجا یه گزینه داریم به نام هیستوری. تا زمانی که این هیستوری روشن باشه شما زمانی که کرف ها رو جابجا کنید شکلتون عوض میشه، یعنی میتونی شکلتون هر مدلی که دوست داشته باشین بهش بدین و شکلتون عوض کنید. اوکی، اینجا ببینید مثلا ما این که میگیریم میبریمش بالا،
شکل اون ببینی چجوری میشه. هر کاری دوست داشته باشی میتونی باش انجام بدی. شیفت رو نمیگیرم من. ببینید. اوکی. خب. شکل بعدی رو توضیح بدیم. فکر کنم کاملا توضیح داده باشیم و کافی باشه بعد. دوباره لافت رو اجرا میکنیم. میگویم با حالت لوز. این یکی از اون دستوراتیه که برای اینجور شکلها خیلی استفاده میشه. خیلی شکلهای مختلفی میتونیم باش بسازیم، حالا بستگی به این داری که چه شکلی یا چه هندسی مد نظرتون باشه. ما اوکی را انجام میدیم. دوباره هیستوریمون روشنه، میبینیم که قشن میتونه فضا رو به هم بریزه، یه شکل دیگه در بیاره. خیلی دستور به درد بخوریه، حتما ازش استفاده کنیم. و این یادتون باشه که خیلی مهمه تمرین کنیم، شکل‌های مختلف برای خودتون بکشیم، کرف‌های مختلف از لافت استفاده کنیم، الاین کرف رو حتما باش کار کنیم، ور بریم نقطه ها رو این برامت جا به جا کنیم تا خیلی راحت بتونیم کار خیلی جالب تمرین کنیم. مراقب خودتون باشید. اگه که دوست داشتید فضای کاری رو حتما پیج اینستاگرام و کانال یوتیوب ما رو دنبال کنید. امیدوارم بتونیم کار خفن با هم انجام بدیم و لذت ببریم از کنار هم بودن. و خدا نگهدارتون باشه.